درود به همه رفقا، امیدوارم در هر کجای کسین شاد و کمکار باشین. تعداد زیادی از شماها در فیسبوک، در تیک تاک و تیلگرام مسیج های متعدده پرسیدیم و سوالات مختلف، و به خصوص در سه بخش شما سوال های زیاد میپرسین. تمام هموطن ها که در هر کجای هستن، به خصوص در فرانسه، چرا اکتنسانس ما از افرا دیر آمده؟ و چرا تیتر سجوغی که درخواست دادیم یا آیدی کارت ما در پروفکتورها طولانی مدت شده؟ و به خصوص چرا الحاق فامیلی یا پیوند فامیلی که شما به سفارت فرانسه در ایران انجام دادین اینقدر طول کشیده؟ من با تجربه که داشتم که روزا به این سر کار دارم، خواستم یک کم روشن‌تر بگم، یک کم روشنایی بندازم که شاید به کسایی که تازه میخواین این کارا رو انجام بدن به درد اونا بخوره. کسایی که در ابتدا با افرا میرن، کوشش کنن تمام مدارکی که دارن اونا رو ترجمه کنن، همراه خود با افرا ببرن تا اونا بتونن راحت‌تر به اون پرونده شما رسیدگی کنن. به خصوص اگر کارت تولد دارن که چه بهتر، اگر نکاحت دارن خیلی خیلی عالی میشه، یا تذکره یا پاسپورت. بخش دوم، کسایی که آیدی کارت یا درخواست تیتر سجوغ کردن، اگر از شما به طریق ایمیل زدن درخواست داده بودین، این یک پروسه طولانیه. کوشش کنین از طریق آنلاین این کار را انجام بدین، که من لینک آنلاین وزارت داخله را به هر طریقی که باشه به کامنت میگذارم که شما میتونین این کار را انجام بدین. و یا هم شاید شما شماره ای که داده بودین به پروفکتور، او شماره را چنج کردین، هنوز آیدی کارت شما آماده شده و هنوز او را او اسمس دریافت نکردین، باید پیگیر باشین. بخش سفارت فرانسه در ایران که خیلی مهم و حیاتیه، احتمال زیاد میره شما موقعی که به سفارت رفته بودین، آدرسی که ایران از شما خواسته بود به ایران از شما خواسته بود، همون آدرس را اشتباه داده باشین. دقت کنین، کسایی که الحاق یا پروسه فامیلی را به ایران انجام میده، تحت هیچ شرایط آدرس خانه‌ای که به سفارت میدن هیچ وقت اشتباه نباشه، چون که همیشه اونا شما را به جریان میگذارن از طریق نام و دومن از طریق شماره تلفنی که به اونا داده بودین. دقت کنین که خیلی چیز ضروریه. با تمام دوستایی کار کردن همین مشکل داشتن. و یا در نهایت اگر شما میخواین به خاطر پیوند یا الحاق فامیلی در فرانسه وقت ملاقات داشته باشین به صورت فوری، میتونین به شماره زیر به واتساپ مسیج بدین تا بتونین با هم دیگر همکاری کنین، فقط به خاطر الحاق فامیلی. و مثل همیشه خداوند ملت افغانستان را حفظ کند. تشکر. لطفا اشتراک بگذارید.